عرض سلام و ادب دارم به همه هموطنان کشورم و به همه کسانی که به فرهنگ ایرانی علاقه‌مندند و با فرهنگ ایرانی زیست می‌کنند. حلول سال نو که ساعتی به آغازش مونده است رو به همه هموطنانم از صمیم قلب و از بن دندان تبریک میگم. امیدوارم سال آینده برای همه اونها سالی سرشار از خوبی و خوشی و سرشار از خیر و صلاح باشه. من چندان چیزی برای گفتن ندارم، فقط یک نکته رو میخوام همه هموطنانم و همه فرهنگ علاقه‌مندان فرهنگ اسلامی و ایرانی بدانند و اون این که تقسیم بندی هایی که چه در فرهنگ اسلامی و چه در فرهنگ ایرانی برای زمان شده، جز سه تاش، همه تقسیم بندی های جعلی و قراردادی و هیچ منطق واقعی نداره. یک تقسیم بندی که تقسیم بندی است کاملا طبیعی بر اساس حرکت زمین به دور خودشه، که واقعا حرکت زمین به دور خودش یک مبنایی است برای شبانه روز و شبانه روز یک واقعیته. یکی هم در ماهای قمری و نه شمسی حرکت ماه به دور خورشید واقعا به اندازه یک ماه قمری طول میکشه و بنابراین ماه قمری هم یک واقعیته. یکی هم سال شمسی و نه سال قمری، حرکت زمین به دور خورشید این واقعا یک سال شمسی به طول می انجامه. بنابراین شبانه روز و در تقویم قمری ماهای قمری و در تقویم شمسی سال شمسی این سه تا واقعیت دارن. بقیه تقسیم بندی های زمانی مطلقا ارزش واقعی ندارن. یعنی در سال قمری اینکه ما 12 تا سال ماه قمری رو کنار هم میگذاریم و یک سال قمری درست میکنیم، سال قمری هیچ ارزش واقعی نداره. و باز در سال شمسی اینکه ما یک سال شمسی رو تقسیم بر 12 ماه شمسی میکنیم، ماهای شمسی هیچ اعتباری ندارن. به همین ترتیب فصلها هیچ اعتباری ندارن و به همین ترتیب هفته ها هیچ اعتباری ندارن و به همین ترتیب در طول یک شبانه روز دیگه 24 تا ساعت کردن یک شبانه روز را و هر ساعتی رو به 60 دقیقه تقسیم کردن و هر دقیقه رو به 60 ثانیه تقسیم کردن هیچ اعتباری نداره. فقط سه زمان اعتبار دار ما داریم که ریشه در واقعیت‌های کیهانی دارند. یکی تقسیم شبانه روز است، به معنای اینکه شبانه روز واقعا مدتی است که زمین به دور خودش میچرخه. یکم تقسیم ماه قمریه و یکم تقسیم ماه سال شمسی. بقیه در واقع هیچ اعتبار ندارن. با این همه، همه اون تقسیم بندی های جعلی و اعتباری هم یک ارزش دارند و اون اینه که اگر کسی بناست خودش رو با خودش در حال مقایسه ببینه و خودش رو با خودش در حال مسابقه ببینه، ما از این تقسیم بندی های جعلی هم میتونه استفاده کنه. بگه من نسبت به هفته قبل خودم آیا انسان بهتریم یا انسان بهتری نیستم، با اینکه هفته واقعیت نداره. در واقع ما درست کردیم هفته رو. یا بگه من نسبت به سال قمری گذشته خودم انسان بهتریم یا انسان بهتری نیستم، با اینکه سال قمری واقعیت نداره. من نسبت به ماه شمسی خودم
ماه شمسی سابق خودم بهترم یا نه. با اینکه ماه شمسی مطلق و واقعیت نداره و به همین ترتیب من الان بهترم یا فصل گذشته، اینا فصل هم واقعیت نداره و به همین ترتیب این که یک شبانه روز به 24 ساعت تقسیم بشه جعلیه. ولی من میتونم بگم آیا من نسبت به 5 ساعت گذشتم انسان بهتریم یا انسان بدتریم؟ میخواستم اینو بگم که تمام تبریک هایی که ما به یکدیگر میگیم و تهنیت هایی که میگیم، شب یلدایی که برای خودمون قائلیم و چه خوبه که قائلیم، و سال نوی که برای خودمون قائلیم، همه اینها یک کارایی خیلی مثبت دارند و اون این که مرا در این که خودم با خودم در حال مقایسه بدانم و خودم رو با خودم در حال مسابقه بدانم خیلی کمک میکنن. چون من همیشه وقتی بخوام خودم رو با خودم مقایسه کنم یا خودم رو با خودم مسابقه بدم، باید خود کنونیم رو با خودهای گذشتم مقایسه بکنم و این خودهای گذشته طبعا من رو میکشونن به تقسیم بندی های زمانی. و این چه چیز خوبیه، چه درباره اونه که اصل واقعی هم دارن مثل اون ستا که گفتم و مثل بقیه تقسیم بندی ها که اصل واقعی ندارن. اما بدا به حال من اگر این تقسیم بندی های اعتباری و جعلی رو براش ارزش قائل باشم ولی ازش استفاده هم نکنم در حال این، در کار این مقایسه خودم با خودم و مسابقه دادن خودم با خودم، اون وقت در واقع دیگه یک امر جعلی اعتباری سودی هم نداشته. من امیدوارم همه ما این تقسیم بندی ها رو، چه اون سه قسم واقعیش که در فکت ها و واقعیت ها ریشه دارن و چه بقیهش که در هیچ فکت و واقعیتی ریشه ندارن، به کار این مسابقه دادن با خودم و مقایسه کردن خودم با خودهای گذشتن بیاد. خب این برای کسانی است که خودشون رو با خودشون در حال مقایسه میبینند و در حال مسابقه میبینند. وگرنه اگر من بخوام خودم رو با یک هم نوع خودم مقایسه کنم که دیگه نیاز به این زمان ها هم ندارم. ولی واقعا بزرگترین خطایی که آدم میتونه مرتکب بشه اینه که خودش رو با هم نوعان خودش مقایسه کنه، نه با خودش، نه با خودهای گذشته خودش، و خودش رو با هم نوعان خودش در حال مسابقه ببینه، نه با خودهای گذشته خودش. امیدوارم این درس رو همه ما یاد بگیریم که ما فقط در زندگی باید خودمون رو با خودهای سابق خودمون مقایسه کنیم و با خودهای سابق خودمون مسابقه بدیم تا بتونیم بلکه روز به روز از خودمون جلو بزنیم و از خودمون بهتر بشیم. آرزوی من برای همه انسان‌های روی زمین و به این مناسبت مخصوصاً برای انسان‌های هموطنم و کسانی که با فرهنگ ایرانی زیست می‌کنن اینه که همشون شروع کنن یک مسابقه دادن خود با خودهای گذشته را و یک مقایسه کردن خود با خودهای گذشته را. بهترین آرزوها را برای همه دارم و امیدوارم که همه ما این پند و اندرزی که بنده از قول بزرگان گفتم با یکدیگر هم تکرار کنیم. و سلام، و امید بهروزی همه.